بسم الله الرحمن الرحیم. ستوده باد خدایی که می بخشد بی دریغ و دوست می دارد بی چشم داشت، خدایی که دانه را می شکافد و لبخند سبز و روشن جوانه را بر چهره عبوس و تیره خاک می نشاند، خدایی که از دانه نهال می سازد، نهال را درخت می کند و درخت را غرق شکوفه. ستوده باد نگاهی که در دانه درخت می‌بیند و در قطره دریا. سلام پرنده ها، سلام گنجشک ها، پروانه ها، کبوترها، سلام شمایی که در عشق پرواز می‌کنید، در عشق پرواز می‌کنید، در عشق اوج می‌گیرید و در عشق می‌میرید. پر پروازتان خسته و ملول من. یه جایی از بزرگی می‌خوندم که انسان بودن و انسان ماندن مستلزم جهادی هر روز است. یعنی شما اگر امروز تونستید انسان باشید و تا آخر شب انسان بمونی، فردا صبح که از خواب بیدار میشید هم باید جهد و کوششی تازه به خرج بدید تا انسان باشید و انسان بمونید، چون عوامل متعددی و شرایط گوناگونی دست به دست هم میدن تا شما رو از مثل هسته خرمای قشایی داره، یه پوششی داره، وقتی فشار میدید اون پوشش تو دستتون میمونه و هسته خرما میتره بیرید، فشار میارن به ما تا انسان نباشیم، انسان نمونیم. حالا میشه حرف این بزرگ رو به شیوه دیگه ای هم بیان کرد، با اون اینکه انسان ماندن و انسان بودن مستلزم مراقبه دائمه، یعنی تو همواره مراقب خود باشی، همواره خود رو ببینی، بسنجی، که البته ما چیزی نیستیم جز همون دید و دریافتمون به زندگی که عوامل گوناگون، شرایط گوناگون مدام میخوان دید و دریافت ما رو تحریف کنن، ما رو نسبت به همه چیز بدبین کنن، در ما مقاومتی در برابر زندگی به وجود بیارن و نهایتا ما رو بکنن دشمن زندگی. اغلب ما آدم ها دوستدار زندگی نیستیم، دشمن زندگی هستیم. ته دلمون یه جورایی میل به خودکشی هم هست که خاتمی بدیم به این زندگی مذبوحانه. دشمن زندگی هستیم، ستایشگر زندگی نیستیم. کم شما برمیخورید به آدمی که ستایشگر زندگیه، نه به خاطر اینکه چیزهایی تو زندگی داره، ماشین آنچنانی، خونه آنچنانی، ویلای آنچنانی، کارخونه آنچنانی، نه، زندگی رو به خاطر نفس خود زندگی ستایش میکنه، دوست داره زندگیه.
پس ما برای اینکه انسان باشیم و انسان بمونیم لازمه که مدام در حال مراقبه باشیم. مراقبه هم البته فقط این نیستش که شما به یه جایی بشینید و کاری نکنید و فکر کنید به اینکه مبادا فکر کنم. این مراقبه نیست. مراقبه یعنی بدونید که در چه حال و هوایی هستید، کجا هستید، چه می کنید و چرا. این میشه مراقبه، یعنی بدونید، همیشه بدونید. حالا اگر به خطا کاری رو هم انجام دادید، بدونید که چرا اون کار رو انجام میدید، انگیزه شما از انجام اون کار چیه، ترس، طمع، مصلحت، رو دروایسی، تعارف یا عشق به اون کاره، یعنی شما دوست دارید اون کار رو، صرفا به خاطر اینکه اون کار رو دوست دارید اون رو انجام میدید، کدومشه؟ پس ما باید همواره در حال مراقبه باشیم و مهمترین چیزی که باید مراقبش باشیم مدام دید و دریافتمونه که مبادا موقعیت ها، شرایط و همینطور آدم هایی که تو زندگی با اونها روبرو میشی اون رو تحریف کنند، چون به محض اینکه دید و دریافت ما تحریف میشه ما آثارش رو در کالبد خود میابیم. همون حسیه که در این کالبد داریم، گاهی حس بدی داریم در این کالبد، ناراحتی، ناشادی، طالب مرگی، میل به انتقام داریم از کسی، هم انتقام بگیریم بعدش رو میخواییم. شاد میشیم اگر خبر بدی از جانب او بشنویم، بشنویم که مبتلا شده به بدترین بیماری، ورشکسته شده، تصادف کرده، از کوه پرت شده، فلان شده. اینا رو ما در کالبد خود میابیم. برای مثال وقتی ما حسادت میورزیم، خود این حسادت حسی رو در کالبد ما برمی انگیزه، حس خوبی نیست، حس ناخوشایندیه. میخوام بگم به هر حال تحریف دید و دریافت ما علائمی داره که ما بیواسطه با اون علائم در ارتباطیم، بدون اینکه لازم باشه ما فکر کنیم به اون علائم، اونها رو در کالبد خود میابیم، همون حسایی که در ما برانگیخته میشه. وقتی دید و دریافت ما تحریف میشه ما دیگه به کل چیزی نمیبینیم، هیچی نمیبینیم، چیزها رو اونگونه میبینیم که اون فیلتر یا صافی به ما نشون میده، نه اون گونه که حقیقتاً هستند. یعنی به طور کل به تعبیر قرآن کریم لهم اعیون لا تبصرون بها، چشم دارن اما نمیشنوند، لهم اذن گوش دارن لا یسمعون بها، لهم قلوب قلب دارن یا لا یفقهون بها، ولی حس نمی کنن. اینا رو دارن، چشم دارن ولی نمیبینن، چشمشون هم بازه، چشم گوش و باز گوش و این اما
نما یعنی کور، میگه چشمش بازه ولی کوره. میگه در شگفتم، عاجزم از چشم بندی خدا که چطور چشمهای کاملا باز رو بسته. چشما کاملا بازن اما نمیبینن، گمان دیدن هست اما خود دیدن نیست، گمان شنیدن هست اما خود شنیدن نیست. قلبم که عاطل و باطل و بیکاره، اکثریت قریب به اتفاق آدم ها از قلبشون اصلا استفاده نمی کنن. کار چشم دیدنه، کار گوش شنیدنه، کار اون چی ما اصطلاح هم به اون میگیم قلب، که البته این عنصر سنوبری شکلی که در سمت چپ سینه ای ماست نیست، چیز دیگه است، یه فکالتی، یه استعداد دیگه است. کار اون عشق ورزیدنه، یعنی یک سر آدم ها باید عشق ورزن، یعنی قلب نباید هیچ وقت خالی از عشق باشه، باید همواره سرشار از عشق باشه. چطور اگر یه آدمی از ابتدای زندگی تا انتهای زندگیش یک سر مست باشه، یه حال مست رو داشته باشه، خوبه؟ مست، آدم بی خود، آدم مست مسلط اندیش نیست. گفتم مثل همون سوسکی که افتاده بود توی جام شراب، اومده بود بیرون گفت مادر هرچی دمپاییه فلان بهمان، راحت بود. دمپایی یعنی چی؟ ولش کن. ولی به شیوه عادی سوسکا از دمپایی میترسن، بدترین خطری که سوسکا رو تهدید میکنه دمپاییه دیگه، وگرنه هیچ چیز دیگه سوسکا رو تهدید نمیکنه. و اونا در شگفتن که چطور یک نوع از حیوانات دمپایی تولید میکنه. بس چی؟ نمیدونم که چرا اینطوریه. بله، در این حالت مستی و بیخودی آدم به میزان زیادی خودشه. حالا اگر بتونی مستی رو به شیوه معنوی تولید بکنه در خودش و داشته باشه، همونطوری این آدم هم عشق می‌ورزه هم دوست داشتنیه. ببینید، زیبایی در ظاهر نیست، ظاهر هم اهمیت داره ولی نه چندان. زیبایی به تعبیر جبران خلیل جبران از جنس نوره، تو وجود شماست که در چهره شما ساطع میشه، در حضور شما مشاهده میشه، به چشم میاد. زیبایی اینه، یعنی واقعا اون چیزی که آدم رو جذاب میکنه همون چیزی که در دل دارن. کینه است، زشتن، حالا گیرم که اصلا برن همون آرایشگاهی که آنجلینا جولی میره تو هالیوود، زشتن، گیرم برن نزد همون آرایشگری که جنیفر لوپز میره، باز زشتن. یعنی واقعا زشتن ها، نه که حالا خیلی زیبا هم، اما واقعا زشتن. زیبایی از جنس نوره و این نور همون چیزیه که تو در دل داری، باید همواره به دلت سر بزنی ببینی آیا توش کینه هست، نفرت هست، حسادت هست، بدبینی هست. اگه یه همچه چیزایی هست همه رو بریز دور، چیزی از دست نمیره. تو با اینهاست که
چیزهای مهم به زندگی تو داری از دست میدی، اینا رو بریز دور، همیشه خونه تکونی کن، همواره خونه تکونی کن، خانه دل رو همیشه پاک و پاکیزه کن. یه سری بزن همچین حسی در من امروز هست، نباید باشه. تو یه بیماری کوچیک میگیری جسمی، پیش صد تا پزشک میری، این بدتر از اونه که خودش خاستگاه بیماری های گوناگون جسمی هم هست. کینه و نفرت بیماریزا هستند، بلا فاصله در جسمتون منعکس میشن. در حضور تو احساس میشن. این که میگن طرف حاله ای از انرژی منفی داره، از این نظر درسته. بعضی از کنار آدم که رد میشن انرژی منفیشون آدمو میگیره. این واقعا حال آدم بد میشه. درسته. من اگر خودم تجربه نکرده بودم باور نمیکردم. اصلا من آدم شکاکیم، به همه چیز شک میکنم. مگر اینکه عملاً بهم اثبات بشه که از طور دیگه ایه، وگرنه نسبت به همه چیز شک دارم. یعنی بیشتر اهل پرسشم، به پرسش میکشم، باور نمیکنم به سادگی. اما اینو باور دارم، بعضی آدم ها حضور مثبت دارند، حضور مثبت، انرژی مثبت. این انرژی مثبت چگونه حاصل میشه؟ به برکت اون چیزای خوبی که در دل دادن. آدمایی هستن که تا یه چیز خوبی به دستشون میرسه، اولین چیزی که به ذهنشون میاد اینه که اینو من سهیم شم. یه چیزی به دستشون میرسه، من اینو به کی میتونم بدم که نیازمندتر از من به اونه، یا اگر این به دستمون برسه خیلی خوشحال میشه. به این فکر میکنم، نه اینکه متوقع باشن که همه برای او چیزی بیارن، چیزهایی بیارن. آدمایی از صنف این دسته اخیر، اینا واجد انرژی منفی هن. و این نشون میده که یه خبرهایی هست در درون ما، و اصلا خبرهای اصلی در درون ماست، در بیرون نیست. اون قانون جذبی که میگن همینه، بعد فهمیدیمش ما. ما بگیم اون قانون جذب با این ذهن آشفته ای بریم بایستیم جلوی عکس نمیدونم ماشین بنز یا زندگی با یاد زندگی خوبه کسی که فکر میکنیم زندگیش خوبه، ای بگیم سرخی تو از من، زردی من از تو. یه خانمی ذکر میگفت، انگار میخواست چیزای خوبی زندگی جاریش بیاد اینجا، چیزای بد زندگیش بره گونه جاریش. اینو بگو من زندگیش روز برز بدتر هم میشد، فرسوده تر میشد، افسرده تر میشد. چرا؟ او که داره زندگی خودشو میکنه، حالا تو داری خودتو میفرسایی، فرسوده میکنی. نه، این سرخی و شور زندگی رو برای همه بخواه. باشد که شور زندگی نصیب همگان شود، باشد که گرمی و روشنی، امید و آگاهی نصیب همگان شود، باشد که زندگی همگان بهتر از آنی شود که هست. دعاهای قشنگ اینطوری که همه نگاهی به بیرون از تو داره، یعنی تو برای دیگری باید بخوای. تو وقتی قشنگی که قشنگی ها رو، خوبی ها رو برای دیگری بخوای. حالا این دیگری هر کی هست، بله، اگه دیگری کسی هست که ایگوی تو رو فربه میکنه، مثلا فرض کن یه جوری فربه میکنه انگار که مثلا 100 میلیون به تو میده، تو بگی مثلا باشد که 1 میلیون نصیب خودش شود، چه فایده داره؟ 99 میلیون خودت برداری 1 میلیون به اون بدی. هنر نیست.
یعنی هنر نیست شما چیزای خوب رو برای کسانی بخواید که ایگوی شما رو فربه میکنه میکنند. هنر اونجاست که این رو برای کسایی بخواید که چیزی که ما بهش میگیم شیطان، شیطان حس بدی نسبت به اونها در وجود شما ریخته. بعد اونا بخواید چرا؟ اونم نه به خاطر خود اونا، که تو چیزی به اونا نمیدی که دعا کنی. نه من دعا نمی کنم، بره گم شه فلان. انگار الان مستجاب و دعوست، اگه دعا کنم یه الان تحقیق پیدا کرده یه دعات مستجاب می شدم واسه خودت می شد. نه دعا نمی کنم. یکی می گفتش که نه آقا جواب دعا کن. نه من این چه آدم احمقی بود، پی به اون می گفت دعا کن، ولش کن، نکن، خودش رو داره خراب میکنه. نه به خاطر او، به خاطر خودت، حست بده. یعنی تو این ظرف وجود آب بویناک ریخته شده، تو ظرف وجود تو آب بویناکه. رایحه یا بوی بد این آب میشه همون انرژی منفی. شاخ و دم نداره انرژی منفی. تو وقتی نفرت تو وجودته، این نفرت مثل آبی فاسد و بویناک تو ظرف وجود توست و بوی بدش به اطراف تو میپیچه. هر کی از کنارت رد میشه این بوی بد انرژی منفی رو استشمام میکنه. وقت تو حالا هر کاری کرده باشی که خوشگل بشی، خوشتیپ بشی، چه فایده داره با این بو؟ حالا گیرم که تو هم خیلی خوشتیپ و مثلا خوشگل، که اصلا دلش میاد نزدیک بشه به این. من یادم میاد توی عروسی بودیم، یه خانومی یه بچه شیرخواره داشته گرفته بود، اینطوری اینا گریه میکرد، اینطوری تکونش میداد. یکی دیگه هم یه خانومی لباس های آنچنانی پوشیده بود و آرایش و غیره. بعد این بچه بالا آورد، زمستون هم بود، لباس ها کهنه بود، این شیری که خورده بود زیاد هم خورده بود، همه رو ریخ پشت این پالتو خز این خانومه. بعد ریخت اونجا و اینم بعد متوجه شد، بلند شد اونجا رفت، به اون خانومه هم نگفت هیچی. حالا اون هی میرفت داخل سالن، همین میبادن بیرون، میمد بیرون هم میرفتن. اون پالتو خز گرونه، خیلی گرونه. اون موقع که با 24 تومن میشد دوتا خونه خرید، با 24 میلیون، اون 24 میلیون تومن پول اون پالتو خز رو داده بود. ولی اون شب هیچ کس طرف او نمیرفت. منم بهش نگفتم که من دیدم یه همچین اتفاقی افتاده، اصلا طرفش نمیرفتم. پس انرژی منفی که میگن منظور اینه، اینه جان انداختم برای ما. فلانی انرژیش منفیه یعنی چی؟ یعنی چی انرژیش منفیه؟ فلانی انرژیش مثبته یعنی چی؟ انرژی منفی یعنی یه حس بدی در دل او هست نسبت به کسی، نسبت به کسانی که اصلا یعنی هیچ اثری رو اون فرد یا اون کسان نخواهد داشت. و این حس بد در وجود اینه، مثل آب فاسد بویناک. و این آب فاسد بویناک بوی بدی رو پیرامون خود میپراکنه، بوی دلازار. و این میشه انرژی منفی. یه همچین آدمی دوست داشتنی نیست. یه چیزی رو به شما بگم، آویزی گوشتون کنید، کلید به کارش بگیرید و قفل‌هایی رو باز کنید. میخواید این کار بکنید، میخواید این کار رو نکنید، مهم نیست. اگر بکنید خیلی شو میبرید، نکنید شرش دامنتون رو میگیره. و اون اینکه اصلا نگاهتون معطوف به بیرون نباشه،
کی چجوریه، چجوری نیست، اصلا مهم نیست. همواره نگاه خود رو معطوف کنید به درونتون. امروز چه حسی دارید؟ الان چه حسی دارید؟ چه حسی در شماست؟ کینه، آب فاسد بویناک کینه. خب بوی بد این آب پیرامون شما رو میگیره و شما جذب میخواید، چیزای خوب رو جذب زندگی کتون کنی، نمیشه. نمیان چیزای خوب زندگی هم مثل همین موجودات زنده هن. نمیتونن نزدیک بشن به شما وقتی که چون این رایحه‌ای پیرامون شما هست. اصلا در قید و بند اینکه کی خوبه کی بده نباشی. اگر باشید یعنی اینکه در ظرف وجود شما آب فاسد بویناک هست، اون وقت اون رایحه یا اون بو، بوی بد پیرامون شما رو میگیره. حالا اگر گلاب باشه تو وجودتون، یعنی حس خوب، صرف نظر از اینکه کی خوبه کی بده. ما یه دوستی داشتیم، محمد شفیخانی، اصلا در بند این نبود کی خوبه کی بده. او فقط نگاهش معطوف به درون بود، همیشه مراقب درون خود بود، نه همیشه در حال مراقبه بود. دوست داشتنی ترین روح معنوی جهان بود به نظر من، چون نگاهش فقط معطوف به خودش بود. یک بار نشد این تو زندگی یه آدم بد ببینه، نه اینکه نیست، برای او نبود، او نمیدید. ما یه بار رفتیم کوه، دخترها و پسرها رفته بودیم کوه، همه ما تیپ زده بودیم و بریم و دخترها هم روز میان صبح زود کوه و میریم بالاخره دوستی پیدا میکنیم و اینا هستیم، نه اومده بود. همه ما، من اون لباس سادش رو پوشیده بود، یه شلوار نیمدار سربازی، یه پیرن چینی، یه کفش کتانی. اومده بود، تمام این دخترها اون روز عاشق او شدن. شما بگید مثلا فرض کنید ما 25 تا پسر بودیم، 25 تا دختر رفته بودیم، 25 تا دختر همه عاشق او شدن، بگید شما یکی از اینا محل سگم به ما گذاشت. اصلا و او هیچ کاری نمی کرد برای اینکه اینا رو جذب کنه. جذاب بود. چرا جذاب بود؟ چون انرژی مثبت قشنگ پیرامونش بود، یعنی رایحه خوشی در اطراف او پخش بود، رایحه خوش حس خوبی که در وجود او بود. ما همواره گله‌مندیم، از این گله‌مندیم، از اون گله‌مندیم، از اون گله، از شرایط، از آدم‌ها، از همه همه. قیافمون رو نگاه کنید موقع گله‌مندی، اصلا هیچ جذابیتی نداریم ما. بعدم تعجب میکنیم چرا یه خری هم پیدا نمیشه ما رو دوست داشته باشه، توجهی به ما بکنه. چرا اینطوریه؟ چرا؟ واقعا خر باید باشه دید. تازه خر هم توجه نمی کنه. خر اینطوری هم نیستش که خر نسبت به بو حساس نباشه. بوی خود خر بوی خوبیه. بوی خود خر بوی خوبیه. این انرژی رو حس میکنه تو آدم ها. این بعضی از حیوانات شما میرید طرفشون فرار میکنن از شما. بعضی هاشون میان طرف شما. حس خوبه. حستون خوبه میفهمن. گربه به خصوص. حس خوب شما رو میفهم. یه آقایی بود میمد اینجا ماهواره درست کنه، ماهواره ما رو وقت میمد، یه همیشه میخواست گرون حساب کنه. الان یه لوله‌کش دیگه هم هست، موسا، اونم میاد هی میخواد سر ما رو کلا بذاره. ما یه سگی داشتیم تریر، تا اون هر کس میمد این اصلا سگه مثل آدم بود، با همه مهربون بود. تا اون میبود این انگار داره بهش میگه توف بر تو، توف بر تو.
توف بردار، توف، 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 ما هرچی میگفتیم، شیکو، ساکت، اسمونم شیکو بود، میگفت، توف، توف، یه حس این آدم بد بود. درس امروز خیلی مهمه ها، آدم باشید، میگیرید، استفاده میکنید، نباشید، همینطوری این هم حرف خوب میشنوید از کنارش رد میشید، ولی این به درد یک عمر زندگی شما میخوره و به شما چیزی رو میده که شما بهش نیازمندید، همون چیزی که میخواید، شما چیزای خوب زندگی رو میخواید و از همش هم بی‌بهره‌اید. چرا بی‌بهره‌اید؟ چون گله‌مندید. درنگ کن همین الان یه نگاهی به خودت بنداز ببین خیلی خوشنودی؟ گله‌مندی دیگه، گله‌مندی، نداری، نداری، خب چرا داشته باشی؟ ببین داشتن خیلی چیزا لیاقت میخواد، لیاقت. اون لیاقت چیه؟ لیاقت همون رایحه خوب و خوشیه که خود به خود پیرامون شما پخشه، خود به خود. لازم نیست شما خودتون رو دستکاری کنید اینطوری یه کاری کنم میدونی همچین بکشمش طرف خودم و حالا طرف خودم رو بکشید طرف خودی نمیشه اینا. شما چشماتون هم بسته خواب باشید، اصلا باز اون جاذبه هست، اون رایحه هست، اون کشش هست، اون کاریزما، اون افسون هست، همه اینها مال چیه؟ مال اون زمزم زلال وجود تو، اون که می جوشه، می جوشه، می جوشه، جاری تمامی نداره، به منابع عظیم آبهای زلال خداوندی وصله. اون که میتونه جهان رو سیراب کنه، جهان رو. این چشمه از شما بجوشه. ببینید هیچ وقت حوزی نباشید که بخواید همه این چیزهای خوب مثلا آبهای خوب از بیرون بیارید تو اون حوز بریزید، نه، جوشش داشته باشید، جوشش، مثل سنگی که موسی اون رو شکافت و از اون شکاف اون زلال جاری شد، جریان یافت و همه جا رو سیراب کرد، زنده کرد. این افسون و جاذبه و کشش مال درون شماست. درون رو مراقبت کنید، درون رو. چی هست در شما؟ هیچ وقت نگاه به بیرون ندوزید. هرچه بیشتر به بیرون نگاه میکنید، هرچه بیشتر قضاوت میکنید، هرچه بیشتر مقاومت میکنید، هرچه بیشتر ایراد میگیرید، هرچه بیشتر تهمت میزنید، هرچه بیشتر فلان، شما زشتر و انرژی منفی پردافعه پیرامون شما قویتر. دیگه یه مگس هم رو تو نمیشینه، یه مگس هم این مگس های درشت ها، اون هم نمیان اصلا، ولیش کن بابا، اصلا ارزش شدن. اینا رو که میگم اینا تجربه های زیسته زندگی ها. ای کاش من اون موقع که جوان بودم کسی بود اینا رو به من میگفت، یعنی به وضوح اینها رو برای من بیان میکرد. وای که چه صرفه‌جویی من در عمرم میکردم. نبود، من باید خودم میرفتم، میرفتم، میرفتم،
میگشتم، خطر میکردم، تا اینا رو به مثابه دایموندز، الماس های نکته ها و بصیرت ها پیدا کنم، بیارم در اختیار شما بذارم، ازش استفاده کنید. اصلا نگاهی معطوف به بیرون نداشته باشید. امام علی علیه السلام می‌فرماید هیچ بدی در دیگری یا دیگران نیافت مگر اینکه یک خلایی، یک نقصی، یک کاستی تو وجود خودش بود. به زبان ساده‌تر، تو کرم داری که عیب‌جویی می‌کنی. خب خوبه کرم داشته باشی؟ برای خوبه، من میرم پرورش رو نمیدم. خوبه؟ چه لطفی داره که وجود آدم کرم زده باشه. هیچ کس عیبی رو در دیگری و دیگران نیافت مگر اینکه یک نقصی، خلایی، ترسی، احساس کمبودی، احساس حقارتی، فلانی، بهمانی تو خودش بود. Let go، بی خیال بیرون، خودو بچرس، خودو پیدا کن، خودت باش، خودت باش و مطمئن باش که وجود تو، درون تو چنان وصله به آبهای عظیم زیرزمینی لطف الهی که اگر به جوشه زمزمبار شفاست. شفا برای دیگران شفا باش. روشنی باش، آگاهی باش. هر روز یه جمله بفهم. بگو دستاورد من تو زندگی امروزم این بود که یک جمله فهمیدم، اصلا یه تعبیر پیدا کردم، یه تعبیر قشنگ. از اینا خوشنود باش. دندانهای کینه و بدبینی و حسد رو مدام بر هم نساب. چه فایده؟ دندانهای استعدادهای تو فرسوده میشه، ضایع میشه، فایده نداره. بیرون رو رها کن، let go. تا موقعی که دل مشغول بیرون هستی، دل مشغول شرایط هستی، دل مشغول آدما هستی، داری همینطور بوی بد این انرژی منفی رو متساعد میکنی پیرامون خودت. بعد داشته‌هات هم از دست میدی، اون چیزایی که داشتی هم از دست میدی. حضرت عیسی جمله قشنگی داره تو کتاب مقدس، میگه بعضیا خدا به بعضیا بیشتر میده، اضافه میکنه، میگه لیاقتشو دارن. لیاقت به این معنایی که گفتم، از بعضی ها همون داشته هاشون هم میگیره. این چقدر آدم با استعداد داشتیم، مثلا تو سن 15 سالگی 16 سالگی نابغه بوده، ولی هرچی بزرگتر شده بزرگتر شده بزرگتر شده خنگتر، ترسوتر، بدبینتر، عصبانیتر، عصبیتر، اینطوری شده هرچی گذشته. یعنی اون استعداد ها همه ضایع شده، فرسوده شده، به کار گرفته نشده که ثمره‌ای داشته باشه. پس این اصل رو آویزه گوشتون کنید، به خود بپردازید، به خود بپردازید. اگر احساسی شما رو آزار میداد از هر جنسی بود،
فوری بگید دید و دریافت من غلطه نسبت به زندگی، نسبت به آدم ها، نسبت به شرایط، اصلاحش میکنم. خودتون اصلاح کنید. اگر احساس کردید بدنتون بو میده، برید تموم دوش بگیرید، اینو اونو سرزنش نکنید. اگر بدن شما بو میده، یه ده از اطراف شما فرار میکنن، شما نگید بدنو دیگری هم هزار برابر بدتر بو میده، پس چی؟ خب چه فایده؟ هر چی شما از دیگران بد بگید، شما خوشبوتر نمیشید. گیرم بگید اصلا اون آدم خوکه، در مدفوع خودش قلط میزنه، خب بزنه. تو چی؟ تو هم که خشتک خودتو خراب کردی، همینطوری مونده، خودتو تمیز کنی، خودتو عوض کنی، خودتو بشوری. تو موقعی که اینطوری هستی، از کنار تو فرار میکنن. من چی کار میتونم بکنم؟ من چی کار میتونم بکنم؟ در رابطه با خودم. اون دوست ما محمد شفیخانی رو همه ی آدم ها تأثیر مثبت داشت، برای همه شفا بود، برای همه بدون استثنا. ولی هیچ وقت نمیخواست اینطوری باشه، هیچ وقت متوجه نشد که چقدر خوبه، اصلا متوجه نشد. چون اگر اینطوری فکر میکرد، اون خلوت و تنهایی های چندین ساله رو تو بیابون نمیتونست تحمل کنه. یه زمین بزرگی رو گرفته بود از جهات، اونجا کشاورزی میکرد، تنهای تنها. اگر میدونست که این میومد خودش رو به روخ اینوم بکشه، نه، تنها، تنها، فارق. اینکه کسی بره اونجا ببیندش یا نره، اصلا تو این فکرانم. ولی رو همه تأثیر مثبت داشت، رو همه تأثیر مثبت داشت. حتی وحوش هم با او مهربان بودن، چون اونجا گرگ بود، نمیدونم پلان بود، بهمان بود، خیلی چیزا، مار بود، یکی از اینا رو هم نکشت، ولی همیشه اطرافش بودن اینا. به جای اینکه مادر اون دو سه تا گرگ بره برای بچه هاش غذا بیاره، این غذا میبرد به بچه ها میداد، مادر هم اونجا نشست نگاه میکرد. او نگاهی معطوف به خود داشت. نگاهی معطوف به خود داشته باشید، مراقب این خود باشید، یعنی به مراقبه بپردازید. و همون شیوهی که گفتم، هر روز خود رو بپیرایید، بپالایید، تسویه کنید، تسکیه کنید، هر روز شستشو کنید. هر روز از نو تصمیم بگیرید، انسان باشید، انسان تراز نوین باشید، فارغ از اینکه کی چگونه است، چگونه نیست. من چی؟ من چی؟ اینکه شما ثابت کنید آدم ها بده، بده، بدن، یک ذره به جاذبه وجودی شما اضافه نمی کنه که نمی کنه. شما چی؟ اصلا دیدن این همه بدی در آدم ها نشون دهنده اینه که شما کاستی هایی دارید که نتونستید اونا رو جبران کنید. نواقص عمده‌ای در شما هست که شما اونا رو برطرف نکردید. عیوبی در شما هست که شما متوجهش نشدید. درنگ کنید، درنگ دیدن وجودی، و به خود بپردازید، به مراقبه بپردازید. و هر روز با دید و دریافتی پاک و پاکیزه و نو، از نو به دنیا بیایید. متشکرم.